سرداب نگارش دیدم برا من هیچ کجا وطن نمیشه، مثل روبه جدا از تن نمیشه. من و ایران یه خاک و یه آبی، بمیرم من با تو. زنده باد، زنده باد. صد گرم جان، اون خط اولشو نشد ضبط کنم، از نمیدونی نمیدونی یک بار دیگه بخون برامون بی زحمت و برای مردم ایران. نمیدونی نمیدونی چه درد داره غربت، هوایی که نفس ها رو بهش نداره عادت. نمیدونی چه سخته دل از خونه بریدن، حرفای سرد و بیگانه شنیدن. ملت ایران برا من هیچ کجا وطن نمیشه، مثل روح جدا اصل نمیشه. من و توسا ترزنده آب و خاکیم، بمیرم من جدا از من و تو نمیشه. وطن هیچ جا وطن نمیشه. کی ما را از همه مردم جدا کرد؟ کی ما را از همه مردم رها کرد؟ ما که فرزند اون خاکیم و آبیم، کی ما را دشمن مردم صدا کرد؟ برای من هیچ کجا وطن نمیشه. منم آقای ستگریم بسیار سپاسگزارم. 43 ساله که شما مثل یک شیر در میدان هستی، از همون روز نخست رفتم دیروز روی مسجدی. گفتم توپ تانگ نفر بر هست اون رحمن. صد کردیم جا تو اون موقع ها که هیچ همه می ترسیدن که از خونه هاشون بیان بیرون، قاطع در برابر این رژیم و خمینی و آیستادی و مردم فراموش نکردن. برای همینی که هنوز که هنوزه آقایی برای همه. خدا شما را از سر مکم نکنید، شبه که قدمتون همیشه برد راشته باشه، حرفتون برد راشته باشه، الکسین خورشید بدرسید. باید این دنیا نظیم قریبی، هیچ جای وطن نمیشه. اگه خوش واقعا ساده در نبود ملتمون، اگه رنج شمی بود رهبرمون، امروز روز هر بیناسایی بیناموسی نمیشه رهبرمون. آفرین. اسلام رسول ننگ دین هاست، آفرین. شمشی صدای جنگ این هاست. باور نکنی حرفشون رو، تعبیر نکنی خوابشون رو، پیسوز به دستان گرفتن، دیدیم جمال ماهشون رو. آفرین. این قوم به عاشقان بخیدن، از سفره خلق مستسیدن. آفرین. سر تو در بودن، 70 مردم میخوام بودن. خدا حفظت کن. الان شروع هم خدا حفظت. 8 بود میخوام بودن. آفرین. من خدمتگزار خاندان پهلوی هستم، باشم وایستادم که کنم نمیخورم، هرچی میخواد بشوشه، اما ثروت نمیخوام، آزادی وطن نمیخوام، برای ملت ایران. آفر صدای گرمی تو تلویزیون هم پخش میکنیم آقای صد کریم عزیز. خیلی خوشحالی میکرد. پاینده باشی صد کریم جان، میبوسمت. مرسی از تلفنت. مرسی عزیزم، قربونت برم. خدا حافظ. خب حالا اپوزیسیون قوی که بایستی حتما با شاهزاده رضا پهلوی لبش یه عربا بگه لبک بگه شورای ملی مقاومت. و فکر نکنید تو آخرین پیام شاهزاده رضا پهلوی به اینها گفت که باید بیایید با هم جمع بشیم و فلان اینها، که بعد خیلی جالبه صحبت اخیر شاهزاده رضا پهلوی و یکی من این اومدم باز کردم اون نقطه ابهام رو باز کردم، خیلی نمیدونستم جریان چیه، فکر کردم با حسین آقای بقال میگه بیا متحد بشید، اون اپوزیسیون فامیلیال که من گفتم یادتون رفت. فکر ما با اپوزیسیون وقتی من باز کردم جریان که امروز میخوام براتون ثابت کنم، خیلی جالب شد. اولا اینکه یک عده که مجاهد خلق بودن، زیرکی کسی نمیدونست، اومدن رو اومدن به شاهزاده توهین کردن. یک عده دیگه هم که اصلا فکر کردن که آره الان یه کاری میخواد بشه و فلان سهم اینا اونا باز اومدن روی کاری کردن. حالا
این من پیش از اینکه این مبحث براتون واکنم، در شورای ملی مقاومت دو طیف هستن، یعنی یک طیف هستن که خواهان همکاری با شاهزاده رضا پهلوی هستن و یه طیف هستن که نه، میگن نه شاه نه شیخ، اینا رضا شاهباد بود، محمد رضا شاهباد بود. اینا همین مسلموناشونن، همینا لچک پسرا، لچک بگه دیگه می نداره، همینا که لچک پسرن تو شورای ملی مقاومت، که توی همین لچک پسرا فقط رئیساشون اینجورن، توده‌هاشون اصلا با اینا نیستن. اینجا همینجا اینو یادآوری بکنم، دکتر صالح رجوی و هوشنگ رجوی اینها شاهدن، یعنی دو تا برادر مسعود رجوی، اینها رو وقتی می‌خواستن توی اشرف بکشن یک نفر برخاست و اینها رو نجات داد، یک نفر جونشون رو نجات داد. اینا میدونن در فرانسه جلسه گذاشتم، توی مجلس شورای ملی جلسه گذاشتیم با وزرا و رئیس سازمان پناهندگان سیاسی که من خودم نباید بگم میگم به شما عضو بودم اینا، و بعدم دعوت کردیم در مراحل نهایی از دو تا برادر مسعود رجوی که بیان، 3500 4500 تو اشرف بودن، اون سال محاصره بکشن، من نجاتشون دادم، من اینا رو جونشون نجات دادم، چون اینا نمیخوان اینا رو بگن. صالح رجوی و هوشنگ رجوی حضور داشتن سر میز خود من با ژنرال پاریس و دیگران، که بعد جلسات بعدی که ما میخواستیم کار بکنیم اینها چون مجاهد بازی را انداختن، اصلا دیگه به اینا برخورد نکردیم، با اینا کاری نداشتیم چون مجاهد بازی را انداختن. مثلا ما یک نشستی در مجلس گذاشتیم، تو مجلس قرار شد که همین اتحاد پیش بره، یعنی مجاهدین خلق بیان صحبت کنن، بقیه هم صحبت کنن رو اتم ایران و غیره، یا مجاهدین خلق گفتن آقا چون اون هاش این هاست به فرانسه بیا، چون تشکیل فرانسه بود، ما نمیایم، ما نمیایم. منم اونجا یهو گفتم بهشون شما نمیایین، قرار بود بیان اول برنامه صحبت کنم، گفتم شاهزاده رضا پهلوی، من دعوت کنم شاهزاده رضا پهلوی بیاد، تا این ما گفتیم اینا جلسه رو برمیدن آخر که آقا خواستم به جلسه رو کنسلش کنم که ما نهیم شاهزاده میاد، چون ما همه چیز رو میچسبه میگن جمهوری اسلامی، حالا خود یه قصه ای داره. این خواستم اینجا به شما بگم که اگه من نقد میکنم اینا، این بچه‌هاشون اینا که نمیدونن گولشون نزنن. سیاوش اوستا از قدیم تا به امروز با توده های مردم، با مردم خود ایران بودم و رهبرانشونم. این خانم مریم رجوی که در موردش صحبت کردم میدونید، خود مسعود رجوی امروز ثابت میکنم که صحبت های ما رو گوش کرده، همیشه عمل کرده و همیشه خانه آزادی بوده، ولی غیبش کردن که این اتحاد به وجود نیاد. حالا اینجا شرح میدم، شما فکر نکنید که شاهزاده همین دفعه آخر یکی اومد گفت آقا بیاین ما با هم خود متحد بشیم اتحاد پیدا بکنیم، اگه 40 سال پیش شما این کاری کردید مثلا رفتین با صدام حسین اینا فلان ما میبخشیم شما رو اینا. خب اینا رو گفت، برای اینا گفت، برای جمهوری اسلامی نگفت. این مسئله اتحاد، اونایی که برنامه های منو توی این سالها 40 سال 30 سال دنبال کردن میدونم، من بارها گفتم، یعنی سر بزنگا هر وقت پیش اومده حرفمو زدم، ولی از فرصت ها استفاده نکردیم، فرصت پریده. خمینی وقتی که جیمی کارتر رئیس جمهور شد، این علی اصغر حاج سید جوادی اومد یک مقاله نوشت، صدای پای فاشیسم، این یک مقاله بود، اینقدر صدا کرد، همه پخشش کردن اینا. یو خمینی دید ای روشن فکر داره از کارتر استفاده میکنن، الان قدرت میخواد اینو بگیرن. یو خمینی یک اعلامیه داد، سخنرانی کرد، همون موقع گفت، الان منظورش جیمی کارتر بود، گفت یه فرجس اومده، گفت فرجر اگه ازش استفاده نکنید آخوندا اولین قربانی شما این، من چه اجازه این فرج استفاده کنید ها یادتونه؟ بعد که اومد دیگه همه رو ترتیبشون داد و دیدین چه شد. حالا این فرجه که الان به وجود اومده بارها تو تاریخ توی 40 سال به وجود اومده و همیشه هم شاهزاده رضا پهلوی مثل شیر اومده تو میدون گفته من هستم، ولی از اون طرف اون شرایط دیگه فراهم نشده. حتی سال 1996 که من میخواستم برم ایران، اعلام کردن که شهبانو فرح پهلوی و مریم رجوی خودشونو به رأی مردم بذارن برن ایران و با اون افسانه پیش اومد، شهبانو با پواندوو مسابقه کرد، گفت اگر اینا بتونن برن ایران من با نام فرح دیبا میرم ایران. شاهزاده رضا پهلوی پشت سر من اومد روی رادیوی میبودی، برنامه میبودی صحبت کرد، گفت من این پروژه سیاوش اوستا پشتیبانی میکنم از این طرف پل زدن. حالا فرجه امروز چیه؟ اینجا و حالا فرجه ای که هست برای ما میتونیم ایران آزاد کنیم چیه؟ اینه که 7 سال عربستان سعودی تو مخمصه یمن گیر کرده و 4 تا پا برهنه رو نتونسته به اصطلاح نابود بکنه و اینا مرتب باش درگیرن، درگیر جنگ.
خیلی براش هزینه برداشته، برای همین حاضر که ایران آریایی رو بپذیره. از اون طرف جورج سوروس به بایدن گفته و بایدن هم رسما اعلام کرده که در صورت اتحاد مجاهدین خلق با شاهزاده رضا پهلوی ایران رو تحویل اینا بدن. از همه مهمتر، چون از نظر استراتژیک جهانی میدونیم که روسیه با حمله به اوکراین میخواد یک نظم نوین جهانی به وجود بیاره و در برابر دلار امریکا وایس و دلار رو نابود کنه و یک قدرت دوم به وجود بیاره در برابر قدرت جورج سوروس و قدرت امریکایی‌ها و انگلیس و غیره، اونها براشون ایران خیلی مهمه که ایران دست روسیه نباشه. در قطعنامه ملل که هفته پیش صادر شد، تنها دو کشور رأی مخالف دادن به جریان ایران، اون دو کشور روسیه بودن و چین. برای همین این فرجه‌ای که ما الان داریم همین هست. اگه این فرجه بگذره اونها چیکار میکنن؟ اونا با خود رژیم کنار میان، مثل این که تارا در طول تاریخ این کار کردن. پس نکته‌ای که سیاوش اوستا میگه بسیار دقیق حساس هست، بایستی روش فکر کنیم و عمل کنیم و در راه شدنش کوشا باشیم که این اسلامگرایی رو مجاهدین بذارن کنار، خانم مریم رجبی بذارن کنار. همیشه حاضر بوده شاهزاده رضا پهلوی هر جا که صدایی شده.